درود نگرین بر شما بیننده های عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و امروز ما قرار داریم در یکی از منطقه های زیبا منظر کشورمون و در اینجا یکی از آشپز های ماهر آماده خواهند کرد خوراک ملی تاجیکی بسیار هم معمول در منطقه های گوناگون تاجیکستان عزیزمون. این هم باشد آش پلو است، ولی قید باید کردید این آش پلو از دیگر آش هایی که در دیگر منطقه های تاجیکستان آماده میکنند فرقیت دارد. ما در شهر تورسونزاده قرار داریم. اکنون بینندگان گرامی، ما گفتیم که در شهر تورسونزاده قرار داریم و امروز آشپز بسیار جوان، آشپز بسیار ماهر خب با نام زین‌الدین کمک میرساند. امروز آش آماده میکنند، آش پلو. و خب زین‌الدین، بار دیگر به شما میگویم که آش ها زیاد هستند، نمودهای آش پلو گوناگون هستند. امروز کدام آش رو برای بیننده های تلویزیون سفینه، برای انمون تماشابینان برنامه خون تاجیکستان آماده میکنید؟ امروز آش سمرقند نشون میدیم برای شما. خب انمون سازش هم خب میبینیم که شما بسیار یک جوان هستید، آشپز جوان هستید. خب از کدام وقت، از سن چند شما با آماده کردن یعنی خوراک های ملی مشغول شدید؟ خب سر کردن شغل بودیم، سر کردم بعد 22، یعنی از سینی 17 سالگی شاگرد شدم. شاگرد شده، خیلی خوب، خیلی خوب. خب آغاز میکنیم. برای همین آش خوب، آش پلوی با لذت برآمدن که برای انمون مهمانون پسند آید و با لذت باشد، پیش از همه باید آشپز چیکار کند؟ مسئولات همه ساز بود چیز کنه میخیر بسیار درست باید زیاد همون باسته بسیار تر باشد. بسیار تر باشد. من به شما خلال نمیرسونم. مرحمت شروع کنید. آشی پلاو. آشی پلاو یک نوع خوراک عنعنوی است که در بین مردم تاجیک محبوبیت زیاد دارد. از این رو آن را شاهی تمام ها نیز می نامند. عادتاً جشن و مراسم و نشست های تاجیکان به آشی پلاو نمی گذارد. پلاو باعث افزودن اعتبار دستورخان و میزی توی مرکه ها می باشد. خانه‌ها کدبانوان پیوسته نوع‌های گوناگون پلو را آماده می‌کنند. در آشخانه و چایخانه‌ها نیز این طعام همروزه و دوست داشته خریداران است. وقتی که به خانه ما تاجیکان مهمان می‌آید، میزبان موظف می‌شود که بهری عزت مهمان آش پلو پزد. پلو از قدیم الایام در بین مردم مقیمی آسیای مرکزی یعنی نیاگان تاجیکان به وجود آمده است، زیرا گذشتگان تاجیکان سوغدیان و باختریان به کشاورزی و مخصوصا به شالیکاری شغل داشتند. بنابر منابع تاریخی در هزاره دوی پیش از میلاد سوهای شالی پروری از هند به کشورهای ایرانی شرقی سوغدیان و باختریان گذشته است. اکنون بینندگان گرامی، قسمت اولی طرز آماده کردن خوراکی ما با آخر رسید، یعنی ما علاقه انقترش زین‌الدین مایده کردند سبزی رو، روغن دنبه رو و همچنین پیاز رو. بار دیگر تکرار میکنم برای اون نفرانی که نوکک با شبکه ما پیوستند، بار دیگر میگویم که امروز ما آش پلوی سمرقندی آماده میکنیم و برای این آش لازم است با ما کدام محصولات ها؟ سبزی، سیر پیاز، گوشت، روغن دنبه، پیاز، زیره، خوکای خوشبوی کننده، نخود و نمک. همین طور است. و امروز علاقه تا حال تا این دم آماده کردند، پیاز رو ریزه کردند، سبزی رو ریزه کردند و روغن دنبه رو. اکنون چیکار میکنیم؟ قسمت دویم در کجا جریان میگیرد؟ جریان اکنون دیگ باده دیگ با. خب اکنون قسمت دویم در دیگر جو است در آشخانه و در دیگ قسمت دویمش روغن رو می اندازیم و دیگر محصولات رو می اندازیم. ما رو ترک نکنید، بعد از چند لحظه برمی گردیم. این برنامه خونی تاجیکستان است.
آشی پلاو از محصولات مقرری چون سبزی، برنج، گوشت، روغن، پیاز و با ایلاوه ادویات و زیرواری ها پخته می شود. با آن موافق طبع و خواهش میزاجان نخود، زیره، زعفران، سیرپیاز، بیهی، مرچ، زلال، لیمو و دیگر ادویات خوشتم کننده ایلاوه می کنند. طرز تهیه آشی پلاو از سه مرحله بریان کردن زیربک، جوشانیدن محصولات دیگ و دم انداختن برنج عبارت می باشد. هر کدام این عمل ها معیار و فاصله وقت معین را تقاضا دارد. برای تهیه آشی پلاو دیگ چویانی بیشتر موافق است. در طول عصرها در بین مردم تاجیک نوعهای زیادی آشی پلاو با وجود آمدند. از جمله آشی پلاو برگی توکی، پلاو صوفی، آشی کنجا، آشی دبزیره، آشی زعفرانی، پیما پلاو، آشی دمپخت، آشی کوهندم، آشی بیهیگی، آشی یک با یک، آشی هفت روغن، ایلیک پلاو، خلطه پلاو، سرخ پلاو، آشی پوست دنبه، آشی مویزی، آشی سفید، آشی زردچوبه، آشی اقپری، آشی اویغوری، غلک پلاو، کوکو پلاو، پلاوی لوبیادار، پلاوی دونه دونه، پلاوی سمرقندی، مرغ پلاو، بدونه پلاو، ککلیک پلاو یا کبک پلاو، آشی اسفرگی، آشی اوروتپا و غیره که در مجموع بیش از 200 نام می شوند. امروز ها نیز پزندگان ماهیر با هنر آشپزی خود مشتریان زیاد را به چایخانه و آشخانه ها جمع کرده با نام و اصطلاح های نو پلاوی پخته خود را معرفی و تبلیغ می کنند. در فرهنگ سنتی تاجیکان یک قطار رسم و آیین های رایج می باشند که با آشی پلاو ربط بی‌واسطه دارند. چنانچه جمع آمد ها و مراسم های مسئولیت آشی، سبزی ریزکنان، آشی نهار، آشی دری خانه، آشی زن ها، آشی تگی چادر، آشی هاو بویان، آشی داماد طلبان، آشی حریفانه، آشی سیاه، آشی سبگه ها و غیره. بعضی مراسم های اقتصادی آشی بی بیان، مومو آشی، پیغمبر آشی، مولجر آشی، مویلب آشی و امثال اینها حتما با پختن و تناول آشی مخصوص برگزار می شوند. امروز چندی از این مراسم ها محدود به خانواده شده، برخی دیگر به چارچوب قانون درباره تنظیم انعنه و جشن مراسم ها در جمهوری تاجیکستان در آمدند. آشی پلاو و حیث معروفترین تاوم سنتی تاجیکان یک نو انصور فرهنگ ساز و متحد کننده مردم بوده. اون در شکل نمیناتیا سال 2016 در فهرست ریپریزنتاتیوی یونیسکو اوید به حفظ میراث فرهنگ غیر مادی بشریت ثبت شده است. امروز آشپزی ما زین‌الدین آشی سمرقندی آماده خواهد کرد. اکنون دوباره از این رستم با نقطه اساسی و آماده گردید آشی ما. همین طور از این دیم؟ آه، آش تیاره، تواده میکشه.
Barabar. Samarqand tayyora, tixoy tom. بینندگان گرامی بالاخره گفتیم که آماده گردید آش ما چون اینکه در اینجا آشپز گفتند آش سمرقندی آشپز ما امروز کمک کردن یک آش خیلی خوب آماده کردن فکر میکنم بالازد نیست هست بعد از چشیدن میگویم آشپز زینالدین و میبینیم که تا کدام اندازه لذت دارد و چی تفاوت دارد آش سمرقندی در حقیقت یک چی میگویم لذت دارد که این رو هر یک نفری که آش رو دوست میدارد درک کرده میتواند و تفاوت نیز دارد بسیار بالذت است شکری زیاد به شما بسیار آش بالذات و بیننده عزیز در همینجا برنامه نوبتی خونی تاجیکستان با خیر میرسد من فکر میکنم که شما آماده میکنید خوراک ملی بخصوص آش پلو رو در خانه اتون و استعمال میکنید با جمع خوب اویلر برنامه خونی تاجیکستان بود از شبکه سفینه تا دیداری نوبتی خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید خیر دوستان عزیز تا برنامه های دیگر